دیوید لرمانت کارشناس هوانوردی از جنوب لندن با ما هستن. آقای لرمانت ممنونم که به این بحث پیوستید. ممکن هست که شما به ما بگید که وقتی که شما اول شنیدید که این هواپیما سقوط کرده، برای شما چه فرضیه هایی مطرح بود؟ هرگز تصورش رو میکردید که احتمالاً این اتفاق افتاده باشه که الان مشخص شده؟ Right from the start. از همون ابتدای کار من مطمئن بودم که این یک تصادف، یک سانحه عادی نبوده و یک خطایی در روی خود هواپیما اتفاق نیفتاده باشه. محتمل ترین توضیح برای این رویداد به نظر من همین بود که از پایین ساقطش کرده باشن، و با توجه به شرایط اون لحظه، خیلی تنش شدیدی از نظر نظامی داشتیم در ایران، و این واقعیت که شاهد این وضعیت بودیم طبیعتاً این رو حتی محتمل تر کرد در ذهن من. و این واقعیت که اونها در این 20 سال اخیر کم و بیش چندین مورد مشابه داشتیم، یعنی شرایط نظامی خیلی شدید، تنش زیاد که در اون به اشتباه هواپیمای غیر نظامی به شلیک شده. بنابراین من تردید نداشتم که این یک حادثه یک سانحه عادی نبوده و به شلیک شده. مسئله که الان برای مردم ایران سوال عمده است این هستش که چند روز طول کشید مقامای ایران، به خصوص مسئولان هوانوردی و مسئولان دیگر نظامی و سیاسی، میگفتند که این احتمال نداره که شلیک راکت بوده باشه، میگفتند از نظر فنی ممکن نیست. بحث این هستش که الان با فشار بین المللی ممکن هست که مجبور شده باشن این رو بپذیرن، و سوال این هستش که آیا ممکن است پروازهای داخلی دیگری قبلا چنین سرنوشتی داشتن و هرگز امکان در واقع روشن شدن موضوع نبوده باشه؟ آیا ممکن هست که نهادهای بین المللی بتونن پرونده های دیگری رو در این باره درباره ایران باز بکنن؟ Well, there was one case in 2001 where یک مورد بود در سال 2001 که یک اشتباهی، یک هواپیمایی ساقط شد که خیلی سریع این رو اذعان کردن. شما به این فکر کنین، داریم سه روز بعد از این رویداد ایران پذیرفته که این یک ساقط کردن اشتباهی بوده، و به نظر من دلیل اینکه فوراً این رو نپذیرفتن اینه که مثل خیلی خیلی کشورهای دیگر، کنترل هوایی غیر نظامی و کنترل هوایی نظامی با هم دیگه همکاری نزدیک نمی کنن. باید بکنن، اما اینطور نیست. از این نظر ایران منحصر به فرد نیست. بنابراین خواستن یک کاری بکنن، گفتن ای داد بیداد چه شده، چیکار کنیم، خواستن به کسی نگن. بنابراین دولت ایران برای یک مدتی دست کرده و صبر کرده تا اینکه مدارکی رو ارائه کنه. در سال 2001 مورد مشابهی بود در بر فراز دریای سیاه، یک هواپیمای روسی که از تل آویو در اسرائیل به نووسیبیرسک در روسیه میرفت، یک پرواز غیر نظامی بود، پرواز متعارف غیر نظامی که در از جانب اوکراینی ها به صورت اشتباهی در بر فراز دریای سیاه ساقط شد. اوکراینی ها در اون زمان مشغول انجام یک مانور نظامی با پهپادها بودند، و متاسفانه به جای اینکه روی هدف اصلی لاک کنن، روی هدف غیر نظامی هواپیمای توپولف 354 لاک کردن و همه سرنشینان اون کشته شدند در سال 2001. و یک مورد پیچیده تری بود در سال 98 وقتی که ناو وینسنز یو اس اس وینسنز آمریکایی ایرباس A300 ایران رو، ایرانر رو بین بندر عباس و دبی ساقط کرد. اونجا آمریکایی ها مدت زیادی طول کشید که این رو اذعان کنن، یک پیام دیپلماتیک مستقیمی
چند روز بعد از جانب پرزیدنت ریگان از طریق دیپلماتیک صادر شد، فرستاده شد و عذرخواهی کرد از این بابت. اما سال 1998 بود که 96 بود که بالاخره آمریکایی‌ها برای به طور کامل مسئولیت خودشون در این باره پذیرفتن. مسئله دیگه برمیگرده به این که چطور و چه شواهدی ارائه شده که این رو به این صورت هم در واقع مقام‌های غربی اول اعلام کردن و بعد مقام‌های ایرانی پذیرفتند. آیا در واقع تصاویر ماهواره‌ای هست؟ چه چیزی هست که نشون میده که این موشک‌ها شلیک شدن؟ یک تصویری هست که هر کسی میتونه ببینه اگر یک کامپیوتر داشته باشن و بتونن برن آنلاین. تنها کاری که لازم بکنید اینه که به یکی از این وبسایت هایی که مسیرهای هواپیماهای تجاری، هواپیماهای مسافری رو ترک میکنن، ردیابی میکنن، میتونید برین روی اونها و اگر یک دوستی دارید که در یکی از این شرکت های هواپیمایی کار میکنه، میتونید این رو در ریل تایم، در همون زمان واقعی نگاه کنید روی نقشه و این به شما میگه در هر زمان که اون هواپیما در چه نقطه‌ایه و داره چی کار میکنه. الان در روزگار ما اگه شما یک سرویس تحویل بسته های پستی رو داشته باشید، در ریل تایم یا زمان واقعی نیست، ولی خیلی با اختلاف زمانی کم میتونید پیگیری کنید، دنبال کنید این بسته شما رو که کجا میره. بنابراین خیلی سخت نیست، با یکی از همین سایت های تریکینگ پروازها میتونید ببینید که این هواپیما کجا بود و کجا رفته. اگر شما یک پادشاه ببخشید اگر شما یک کارشناس هوانوردی هم باشید مثل من، اون وقت میتونید این رو، این چیزی که اینجا میبینید رو با اون چیزی که منابع میگن تطبیق بدید، مقایسه کنید و بعد ببینید که چه اتفاقی افتاده. همچنین واقعیت های دیگری هستن که باید بهشون توجه کرد. بعضی از این اطلاعات واقعیت ها رو دیگران منتشر میکنن، ولی خب ایران مثلا انکار نکرد که هواپیما ساقط شده، اما اطلاعات دیگری، جزئیات دیگری هست که مثلا هواپیما چه مدت پرواز کرده و چه وقتی ساقط شده. و اون وقت اگر شما برید روی وب، روی اینترنت، تصاویری منتشر شده از یک دوربین امنیتی که نشون داد چیزی که به نظر میرسید یک هواپیماست که آتش گرفته و داره از آسمون سقوط میکنه در آسمان تاریک. حالا طبیعتاً ممکن در ابتدا یه خورده شکاک باشیم و بگیم این ویدیو چیه؟ آیا این واقعا هواپیماست اونطور که ادعا میکنه؟ این هواپیما آیا همون هواپیمایی که اخیراً ساقط شده یا چیز دیگری است؟ اما بعد از یک مدت کاملاً روشن شد که بله، همون هواپیماست. و یک چیزی که این ویدیو به شما میگه اینه که اگر بدترین نوع قصور یا سانحه مکانیکی هم یا مثلا یک مشکل موتور رخ داده بود، این اجازه نمیده، کاری نمیکنه که هواپیما آتیش بگیره اونجور که ما در اون ویدیو دیدیم. ممکن یک آتیشی در موتور باشه که خلبان سعی میکنه که اون آتیش رو خاموش کنه، ولی هنوز یه موتور دیگر داره، بنابراین میشه با یک موتور، تک موتوره، به پرواز خودش ادامه بده. و دیگر اینکه خلبان وقت میداشته که به برج مراقبت بگه در تهران که چه اتفاقی براش افتاده اگر که یک موتور مثلا آتیش گرفته بود. اما در این مورد خاص همونطور که از اون اول میبینیم و همونطور که از همون اول میدونستیم، هیچ مکالمه بین خلبان و برج مراقبت بعد از این سانحه وجود نداشته. بنابراین سوال اینه که چی بوده؟ آیا کنترل از دست داده با این سرعتی که این توانایی رو نداره که صحبت کنه؟ سرعت انقدر زیاد هست، سرعت رویدادها، که نتونسته صحبت کنه. بنابراین نیاز نیست که شما اطلاعات نظامی داشته باشید تا اینکه بفهمید که چه اتفاقی داره میفته. و من فکر میکنم که دولت ایران احمق نیست، بنابراین میدونه که همه این اطلاعات به هر حال بیرون میاد یا بیرون میومد. بنابراین در یک مقطعی دولت ایران همه واقعیت ها رو بررسی کرده و تصمیم گرفتن که بیان و اعتراف کنن. فرمانده هوافضای سپاه ایران که در واقع اومد و صحبت کرد و مسئولیت پذیرفت، گفت که با یک هواپیمای نظامی، در واقع این هواپیمای غیر نظامی اشتباه گرفته شده. چه تفاوت‌هایی دارن هواپیماهای نظامی و هواپیماهای غیر نظامی در حال پرواز؟ آیا قابل شناخت
تن هستن یا این اشتباه ممکن بوده که رخ بده. اگر این کاملا درست باشه که واقعا این یک اشتباه بوده در تشخیص دادن هواپیما، نوع هواپیما، یعنی که سیستم ایران اشتباه کرده، همونطور که دقیقه پیش گفتم به شما، ایران از نظر منحصر به فرد نیست. معمولا ترافیک هوایی غیر نظامی رو یک سازمان مانیتور میکنه، بررسی میکنه، و ترافیک نظامی یکی دیگه، نظامی و غیر نظامی از هم جدا هستن. اما اگر نیروی نظامی واقعا میخواد اطمینان حاصل کنه که یک هواپیمای غیر نظامی رو شلیک بهش نمیکنه، اون وقت باید نه فقط ترافیک نظامی رو مانیتور کنه، بلکه باید ترافیک غیر نظامی رو هم تحت کنترل داشته باشه و بهش نگاه کنه. سیستم رادار سیویل یا غیر نظامی رو هم باید بهش نگاه کنه، چون سیستم رادار سیویل یا غیر نظامی فقط هواپیما رو روی رادارش نشون نمیده، دقیقاً مشخص میکنه که اون هواپیما چیه، کدش چیه، در چه ارتفاعی داره پرواز میکنه، مقصدش چیه. همین اطلاعات روی صفحه کنار اون بلاک دیده میشه. بنابراین اگر شما یک نیروی نظامی مسئول هستید، اون وقت نگاه میکنید که ببینید هواپیمایی غیر نظامی هم داره در منطقه شما چه کار میکنه در کنار تأسیسات و تجهیزات نظامی شما. اینجوری اون وقت شما نمیرید هواپیما رو اشتباهی بزنید. اما خب در مقایسه با اتفاقی که در 1988 افتاد، وقتی که ناو آمریکایی هواپیمای ایرباس ایران رو ساقط کرد، اونها هم میتونستن همین کار رو بکنن، اما اونها هم قصور داشتن، همونطور که این مورد اخیر ایران هست که قصور داشته. بنابراین قصور اونها این بوده که همزمان با مشاهده و مانیتورینگ ترافیک هوایی نظامی، هواپیمایی و ترافیک هوایی غیر نظامی رو هم مانیتور نکردن. دیوید لرمان، کارشناس هوانوردی از لندن، با ما. ممنونم از توضیحاتتون.